اگه میخوای مدیر محصول بشی و داخل این هیته رشد بکنی، ارائه پروداکت رود رو از دست نده، چون اینجا جاییه که مدیران محصول رشد میکنن. از خانم عزت نژاد دعوت میکنم که بیاد و استارتاپ خودش رو معرفی بکنه. سلام به همه دوستان. خب من شراره عزت نژاد هستم، بنیانگذار پروداکت رود. چند آره این خیلی بهتر. چند سال پیش وقتی که من برای اولین بار وارد دیجیکالا شدم که یکی از شرکت‌های در واقع استارتاپ‌های بزرگ ایرانه به عنوان رول مدیریت محصول، قبلش فقط یه آدم آکادمیک بودم که مثلا هوش مصنوعی و کامپیوتر ساینس خونده بودم و هیچی در مورد این نقش توی شرکت‌های تک نمی‌دونستم. ولی وقتی که وارد شدم و متوجه شدم که چی هست، با توجه به اینکه به کارآفرینی علاقه داشتم، دیدم که خیلی دوستش دارم، اما هیچ جایی نبود که توی ایران در واقع آموزش‌های معتبری توی این زمینه داشته باشه. حتی تو سطح جهان هم شاید حدود 6 یا 7 ساله که مؤسسه‌هایی هستن که در واقع این نقش شرکت‌های تکنولوژی رو آموزش میدن. بالاخره من تونستم یه مسیری رو طی کنم، تو خیلی از شرکت‌ها تجربه کار کردن توی این رول رو داشتم و تونستم دوره‌های خارج از کشور رو بگذرونم. سال گذشته با یه در واقع مشکلی مواجه شدم. دیدم که با توجه به در واقع وضعیت موجود توی کشور، خیلی از مدیر محصول‌های شاخص، یعنی همون کسایی که تازه مثلا چندین سال تجربه کار دارن توی ایران، دارن میرن. از طرفی خیلی از مدیر محصول‌ها هست، یعنی بچه‌هایی هستن که دوست دارن وارد رول مدیر محصول بشن، ولی هیچ آموزش استانداردی وجود نداره. و این باعث شد که من با توجه به دانش و تجربه‌ای که حالا هم توی داخل ایران هم توی خارج از ایران کسب کردم، بیام یه مسیری رو طراحی کنم. چه مسیری؟ مسیری که آدم‌ها با طی کردنش تبدیل میشن به یک مدیر محصول آماده به کار. چون در واقع رشد کردن توی مدیریت محصول با حوزه‌های دیگه خیلی فرق داره. شاید شما مثلا برای حوزه‌های دیگه شاید بتونید با یه سری اطلاعات تئوری بتونید مسلط بشین به کار، ولی برای مدیر محصول شدن شما حتما باید دست به آچار بشین، حتما باید یک سری تفکرها مثل تفکر استراتژیک، تفکر برنامه ریزی، اینها رو یاد بگیرین. چون مثلا وقتی که برای اولین تجربه کاری وارد یه استارتاپ یا یه سازمان بزرگ میشین، مثلا جلوتون میذارم و میگم بیا نقشه راه یه سازمان رو بریز. حالا ممکنه که شما واقعا مدیر محصول اون تمام قسمت های اون سازمان بزرگ نباشین، اما حتی قسمت کوچیکیش هم بسیار کار پیچیده ایه. ما تو پروداکت رو چی کار میکنیم؟ ما توی پروداکت رو در واقع دوره های ما ترکیبی از گام های عملی و تئوریه، به صورت هیبرید، آنلاین و حضوری. در واقع بوتکمپ های حضوریمون توی شریف باکس برگزار میشه و کلاس های آنلاینمون هم که از طریق آنلاینه، و ما میایم تمام دانش و تجربه ای که هر کسی برای تبدیل شدن به یه مدیر محصول آماده به کار نیاز داره رو سعی میکنیم انتقال بدیم. و دوره ما یک جوریه که انگار شبیه سازی، واقعا انگار کارآموزی داخل یه شرکت هست که بعدش هم در واقع این دوستان رو، یعنی یه سری کارگاه های رزومه نویسی داریم، ساخت لینکدین داریم که حالا این دوستانی که آموزش‌های کافی رو دیدن و آماده شدن بتونن وارد بازار کار شن. همچنین خودم مثلا خب کانکشن‌های خوبی دارم که بچه‌ها رو معرفی می‌کنیم و بچه‌ها میتونن که وارد حوزه کاری مورد علاقه‌شون بشن. در کنارش یه سری خدمات هم داریم، خدمات مشاوره داریم، منتورشیپ داریم. یه نکته ای رو بگم، فکر نکنید که این فقط مخصوص در واقع آدم هاییه که میخوان مدیر محصول بشن. این دانش
چیزی که من متوجه شدم در واقع از دادن مشاوره به خیلی از کسب و کارهای در سطح شرکت کشور این بوده که خیلی از کسب و کارها در واقع خودشون نمیدونن که به مدیر محصول نیاز دارن، ولی در واقع چیزی که داره باعث میشه که کلی زمان و هزینه رو اسلاف کنن نداشتن در واقع تیم تک و پروداکت درسته. بذارین براتون یه مثال بزنم. من خیلی شده با مدیر عاملای شرکت های سنتی رفتم توی جلسه و اینا به من میگن ما یه تیم آیتی داریم، یه مدیر آیتی داریم، و اصلا تمام دیدش به تک و پروداکت و همه چیزش انگار آیتیه، در حالی که اصلا خیلی فراتر از این حرف هاست. چون اون بیزینس، اون کسب و کار یک سری مشتری داره، خود بیزینس یه سری اهداف داره، و در واقع یه تیم تکنولوژی که در واقع باید بیاد یک محصولی رو مطابق با نیاز مشتری ها توسعه بده تا از فروشش در واقع اون بیزینس بتونه به اهدافش برسه. اما اینکه اون محصول دقیقاً چی باید باشه در واقع کاریه که مدیر محصول باید انجام بده. مدیر محصول کسیه که باید بره مشتری رو بشناسه، نیازهای بازار رو بشناسه، زبون تیم تک رو میفهمه، میاد برنامه ریزی میکنه، طراحی میکنه محصولی رو که توی کمترین زمان و با کمترین هزینه اون بیزینس به هدفش میرسه. چون من به کرات دیدم بیزینسایی که مثلا 2 سال زمان و هزینه صرف کردن واسه کاری که مثلا میشد تو 6-7 ماه کرد، یا حتی خیلی بیشتر از 2 سال، و در نهایت مثلا خیلی هاشون میان مثلا به من میگن که خب ما حالا باید مثلا چی کار کنیم. یعنی از این نظرم شاید کسایی که بیزنس اونر هستن میتونن از خدمات ما استفاده کنن، هم خودشون بیان آموزش ها رو ببینن که اگه خواستن مدیر محصول استخدام کنن بدونن این رول چیه و اون آدمی که میخوان استخدام کنن باید چه شرایطی داشته باشه، هم این که میتونن تو دوره های ما شرکت کنن، کما این که تو دوره اولی که در واقع تو فصل بهار امسال برگزار شده و الان در واقع نزدیک به اواخرش هستیم، هستن هم دوستانی که میخوان مدیر محصول بشن، هم دوستانی که خودشون بیزنس اونر هستن و در واقع برای رشد کسب و کارشون اومدن که با این رول آشنا بشن. حالا دوره اول ما که در واقع الان ما تقریبا تو هفته پنجمش هستیم، بوتکمپ های عملیاتیمون تو شریف باکس داره برگزار میشه، روی دوره بعدی 6 تیر ماه در واقع داره شروع میشه که ما برای دوستانی که از طریق این در واقع پنل با پروداکت رو دارن آشنا میشن یه تخفیفی 20% در نظر گرفتیم با کد تخفیف همین اینوتکس که شما میتونید این در واقع توی تلگرام یا توی اینستاگرام پروداکت رود که در واقع آدرسش پایین وبسایتمون هست اینجا دایرکت بدین و اینوتکس رو بفرستین تا ما شما رو راهنمایی کنیم و بتونیم برای دوره بعد از حضور شما در کنار خودمون استفاده کنیم. مرسی.